جنجال بر سر موضوع نظری دادن در فضای مجازی پس از انتقادهای تند حامد رضا معاونیان و علی کریمی به یکدیگر بالا گرفته است این دو شخصیت مشهور در روزهای پایانی دهه اول محرم بر سر نحوه خدمت در دستگاه حضرت سید و, و علیه السلام وارد درگیری لفظی با یکدیگر در فضای مجازی شدند در روزهای اخیر علی کریمی فوتبالیست ایرانی و حامد رضا معاونیان سخنران مذهبی در کشور ایران بر سر موضوع نظری دادن در فضای مجازی انتقادهای تندی را مطرح نموده و در پی آن همدیگر را با الفاظ ناشایستی مورد خطاب قرار دادند بعد از این اتفاق سازمان زیباسازی و اداره کل ارشاد استان تهران بیلبردهای های تبلیغاتی علی کریمی را از سطح شهر تهران جمع وری کرد و برخی از رسانه ها او را به توهین به شاعر دینی متهم کردند. علی کریمی در صفحه شخصی خود به نحوه نظری دادن مردم انتقاد کرده بود انتقادی که موجب شد حامد رضا معاونیان بر روی منبر به آن واکنش تندی نشان داده و در آخر گفت چرا میلیاردها پول بیت المال که برای فوتبال هزینه می شود برای فقرا و درمان مریض ها خرج نمی شود علی کریمی نیز در پست دیگری نوشت بدون شک خیلی ها بهتر از من امام حسین را میشناسند اما من اینطور میشناسم که امام حسین مقابل ظلم مقابل زور و مقابل آدم بدذات و بددهن هرگز سرخم نکرده و در آخر باور دارم خدا آنهایی که حق و ناس به گردنشان است را هیچ وقت روسفید نمی کند. صحبت های این دو شخصیت مشهور ایرانی و رو, در رو شدن و آنها در فضای مجازی واکنش چشمگیر رسانه ها افراد و به ویژه کاربران فضای مجازی را برانگیخت. به عنوان نمونه زیر پست ایندیپندنت فارسی در این رابطه مخاطبی کامنت گذاشته که علی کریمی حرف اشتباهی زده چون کسی مجلس عزاداری برپا نمیکنه که به هدف اینکه آخرش برای مریض ها دعا بشه. عزاداری به خودی خود از دستورات دینی هست. حالا در این مجالس دعا هم میشه. کاربر دیگری نوشت اینکه بی احترامی بسیار زشت و ناپسنده شک نداریم ولی از ازل تا بوده همین بوده که به فرموده خدای متعال در قرآن کریم میفرماید اکثر هم لا یؤمنون و همین شد که واقعی کربلا تعداد کمی در برابر تعداد فراوان به شهادت رسیدند. در کامنت دیگری نوشته شده علی کریمی و فوتبالیست ها هر چه بگویند حق دارند یک عالم دینی آن فحش و توهین ها را به علی کریمی گفت بنده به عنوان یک مسلمان دین خیلی شرمنده شدم خدا خودش کمک حالمان باشد خدایا به خودت پناه میبریم کاربر دیگری هم ضبن ابراز تاسف این گونه نوشته که متاسفم واسه کسایی که مدعی مقام انسانیت بودند و در قعر چاه بی اخلاقی سقوط کردند اظهار نظرهای موافق و مخالف این دو چهره شناخته شده طی روزهای گذشته فضای مجازی را پر کرده و بسیاری از دو طیف طرفدار این دو شخصیت آنها و طرفدارانشان را به باد انتقاد گرفتند متاسفانه در این بین بسیاری از افراد مغرض و بیماردل بر شاعر و عزاداری امام حسین علیه السلام تاختند که این مسئله شعار الحسینی و هدونا را به یاد می آورد. که فعالیت برای امام حسین علیه السلام باید محور اتحاد همگان باشد و نباید بگونه ای باشد که آب به آسیاب دشمن بریزد. سعید بهاری اخبار شیه.